دوستان عزیزم سلام، خیلی هیجان دارم، خیلی خوشحالم چون که با شما برای اولین بار در پخش زنده با هم هستیم، یک جا در پخش زنده صحبت میکنیم. محبت خدا رو با شما در میون میذارم. از اینکه دارین این برنامه رو تماشا میکنین از شما تشکر میکنم. پای تلویزیون ها شما رو با محبت بغل میکنم. خواهر ایشیک هستم. نامه هایی رو که برای من نوشتین دونه دونه خوندم، نوشتهاتون رو دریافت کردم، ایمیل هاتون رو دریافت کردم و اونها رو به قلبم نگه داشتم و برای اونها دعا کردم. کسانی که توی فیسبوک نوشتن تشکر میکنم ازتون. توی این برنامه زنده میتونین با من تماس بگیرین. با دقت از پشت تلویزیوناتون به من گوش کنین. مثل همیشه محبت خدا، زیبایی خدا و نقشه هایی رو که برای شما داره با شما در میون میذارم. امروز میخوام با شما از محبت خدا صحبت کنم. یکی از نامه‌ای که پولس به افسسیان نوشته، با این میخوام شروع کنم و میخوام اینو با شما در میون بذارم. اینطور میگه، لطفاً دقت کنین به کلام خدا. از این روز زانو میزنم در برابر آن پدر که هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین از اون نام میگیرد و دعا میکنم که بر حسب غنای جلال خود به شما عطا فرماید که در انسان باطنی خیش به مدد روح او قوی و نیرومند شوید تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود. پولس میگه تا توان آن بیابید که با همه مقدسان به درازا و پهنا و ژرفا و بلندای محبت مسیح پی ببرید و آن محبت را که فراتر از معرفت بشری است بشناسید تا از همه کمالات خدا آکنده شوید. میگه آن محبت را که فراتر از محبت بشری است بشناسید تا از همه کمالات خدا آکنده بشید. درک این با فکر بشری ما ممکن نیست. اینو فقط با قلب ما میتونیم بفهمیم. با قلبمون. قلبتون الان کجاست؟ چی فکر میکنید؟ چی حس میکنید الان؟ تو قلبتون، تو فکرتون اندیشه دارید؟ آیا خودتون رو امروز خسته احساس میکنید؟ آیا امروز خودتون رو درب و داغون احساس میکنید؟ نامه هایی در مورد خسته بودن دریافت میکنم که برای من مینویسید و میگید که خواهر ایشیک، زندگیم انقدر سیاهه، انقدر بده که خواهش میکنم برای من یه کاری بکن، یه چیزی بنویس، دنبال یه راه فرار هستم. و من مینویسم برای این دوستان توی فیسبوک، ایمیل هاشون و نامه ها، سعی میکنم یه جواب بدم، ولی باز مینویسین نه، زندگیم خیلی سیاهه، میخوام خودکشی کنم، میخوام بمیرم، زندگیم هیچ معنی نداره. چند وقت پیش یه عزیزی برام نوشته بود در این مورد، میخوام دنیا رو تحت تاثیر قرار بدم، میخوام دنیا رو عوض کنم، اما میگفت جایی که هستم، دهکده‌ای هستم، همینطور بی مصرف موندم، توی فشار هستم، نمیتونم در بیام، به من کمک کن خواهر ایشیک. میخوام بدونین که من هیچی نیستم. قدرت من برای کمک به شما فقط محدود به این میشه که راه را به شما نشون بدم و اون قدرت و صاحب اون قدرت را به شما معرفی کنم. فقط میتونم این کار را انجام بدم براتون. امروز میخوام از شما سوال کنم. راحت روی مبلتون بشینین، پشتتون بالش بذارین. اندیشه‌های زندگی رو ول کنین. وسوسه ها و ترس ها و فردا رو، فردا چطور مواجه بشین ول کنین. و الان میخوام در این مورد فکر کنین. بزرگترین مشکل دنیا چیه؟ به نظر شما بزرگترین مشکل دنیا چیه؟ مثل این که دارم میشنوم. چی میگید؟ شاید میگین بزرگترین مشکل دنیا فقر است. بیکاری. البته فقر و بیکاری از هم نشد میگیره. بیپولی. تنهایی. ممکنه بزرگترین مشکل باشه. دارم میشنوم. یکی میگه که شاید بزرگترین مشکل دنیا بیسوادیه. بعضیا ممکنه بگن بزرگترین مشکل دنیا ساختن سلاح‌ها و جنگ هست. بعضیا میگن بزرگترین مشکل بنزین هست. مشکل بنزین هست. اینقدر چیزا هست که بگین مشکل دنیاست. من امروز میخوام به شما بگم که بزرگترین مشکل دنیا بی‌محبتیه. بزرگترین مشکل دنیا بی‌محبتیه. ممکنه بگید نه کن خواهر ایشیک، نه بابا این حرفا چیه؟ نه خواهر بردم، نبودن محبت بزرگترین مشکله. اگر انسان‌ها واقعاً همدیگر رو دوست داشته باشن، با محبتی که خدا میده همدیگر رو دوست داشته باشن، به همدیگه کمک کنن، هر همسایه پشت همسایه دیگرش باشه، ببینه توی آشپزخونه اون آیا غذا هست یا نه. هر کس اگر یه یتیمی رو پشتبانی کنه،
این محبت اگر درونتون باشه، توی همه دنیا این عشق اگر باشه، اگه سیر از گشنه خبر داشته باشه، به نظرتون توی این دنیا فقر مشکل خواهد بود؟ اگر محبت باشه توی این دنیا جنگ مشکل خواهد بود؟ اما خدا میگه که در کلامش، در کلام زیباش، در زمانهای آخر، در دنیا، در زمانهای آخر، بله آخر زمان داره میرسه، میبینی زلزله ها رو، جنگ ها رو، میبینی مصیبت ها رو، خدا میگه محبت کم میشه، محبت کم میشه. و میبینید که توی این دنیا، توی جامعه محبت کم شده. به یه مارکت میرین، توی کوچه میرین، به طور خاص شهرهای بزرگ، انسان ها با خشم و عصبانیتی که در درونشون هست، در زیر فشار هستن، فشار میارن به خودشون، بعضی وقتا هم فشار نمیارن به خودشون و میکشن، به انسان های دیگه ضرر میرسونن، طوری صحبت میکنن که به انسان های دیگه ضربه بزنن. خواهر و برادرم، مشکل دنیا بی محبتیه. اگر خانواده ها بنزه کافی به بچه هاشون محبت کنن، آیا اونها طرف مواد مخدر و الکل میرن؟ اگر خانواده ها همدیگر رو دوست داشته باشن، داخل خانواده به خاطر ارث و میراث دعوا میشه، برادر با هم قهر میکنن؟ آیا بی محبتی؟ اما امروز میخوام از چنان محبت الهی صحبت کنم که مثل محبتی که توی خیابونها، توی دنیا، روی زمین، توی روزنامه و مجله هست، نمیخوام در مورد این محبت صحبت کنم، چون که اون محبت ها شما رو خالی گذاشته، اون محبت ها امروز شما رو خوش کرده، اون محبت ها سالهای شما رو گرفته. امروز لیوانهای شرابی که جای لبهاتون روش مونده، یا اینکه سیگارهای توی دستتون، یا دیسکو، بارها، خیابونها، ییلاقا، مدرسه، محلهای کارتون، از عشقهای دروغین و محبتهای دروغین صحبت نمی کنم دوستان عزیزم. امروز برای شما از محبت واقعی صحبت می کنم، چنان محبتی که اگه زشت باشی یا زیبا، چاق باشی یا لاغر، مریض احوال باشی، توی بدترین حالت، حتی اگه تو وضعی باشی که فکر میکنه هیچکی نگاهت نمیکنه، چنان محبتی که اصلاً و اصلاً تموم نمیشه، تموم نمیشه اون محبت. آدم ها با هم ازدواج میکنن و قسم میخورن و به هم قول میدن که توی مریضی، توی سلامتی، تا زمانی که مرگ جدا کنه، توی ثروت و توی فقر، توی داشتن و نداشتن، تازه توی یه عروسی بودم، خودم ازدواج کردم و جدا شدم. خیلی هاتون داستان زندگی منو میدونی. آدم ها به هم دیگه قول میدن، دیوانوار همدیگر رو دوست دارن. چه اتفاقی برای این قول میفته؟ قولهایی که میدن چی میشه؟ هیچ کس ازدواج و هیچ کس نامزادی رو با هدف خراب کردنش راه نمیاندازه که این قدم رو بر نمیداره که 3 سال دیگه، 5 سال دیگه، شاید بینتون کسانی هستن که اینطورن، نمیدونم. اما چیزی که من میدونم، حداقل از خودم، هیچ کس نمیگه که من این ازدواج رو انجام میدم و جدا میشم 5 سال دیگه، 3 سال دیگه، نه، تا زمانی که مرگ جدا کنه. اینقدر دوست دارم که، یه دوستی دارم که میاد مرتب به من میگه این دفعه دیگه پیداش کردم میشیک، حتما باید ببینیش، باید آشنا بشی. من چون اونو میشناسم و تجربه‌ای که برای من تعریف کرده میدونم، میگم آه خیلی خوب، بگو ببینم، تعریف کن. میگه میدونم چی فکر میکنی، اما این دفعه نه، این دفعه واقعا فرق میکنه، با یه آدم باور نکرده آشنا شدم، دیوانه‌وار من دوست داره. میگم خب. میگه که حتما باید باش آشنا بشی، میخوام بدونم چی فکر میکنی. میگم خب باشه، منو ببر ببینم، آشناشیم. میرم آشنا میشم، اوکی، آدم خوبیه، چیزی نمیگم، داوری نمیکنم، اما دوستامو به کناری میکشم و میگم فکر میکنم این شخص کس درستی نیست واسه تو. نه نه، اینطور که فکر میکنی نیست، برای من میمیره، دیوانه میشه، هر شب در خونه من، هر شب پای تلفونه. بعد پای امضا میره، بوی دهان، جوراب های کثیف روی زمین، دود سیگار. بعد از اون انسان ها شروع می کنن به دیدن ضعف های همدیگه، کم و کاستی های همدیگه رو می بینن، این همون چیزی که سر دوستم اومد، چیزهایی رو که نمی دید، چیزهایی رو که دریافت نمی کرد. گفتم نمی تونی نگرد، می گفت نه نه، من اونو عوض می کنم. همش با یه امید، با یه خواسته شروع میشه. چون که خیلی هامون، شما خیلی هاتون به اون محبت نیاز دارین. شما رو انقدر خوب درک میکنم که چیزی رو که به سر خودم نیومده نمیگم. یادم میاد روبروی خونه توی ماشین نشسته بودم و روزی که خودم با خودم جنگ میکردم و به یاد میارم که داخل خونه برم یا نه، اگه برم داخل با شدت مواجه میشم، کتک میخورم، حتی جونم در خطر بود،
میدونستم و یادم میاد اون روزو. الان دارم با شما در میون میذارم اون روزو. با خودم میگفتم نباید برم داخل. نباید داخل این خونه برم. اما فکر میکردم جای دیگه ندارم که برم. البته که دروغ این. البته که خانوادم هستن، دوستان بودن. اما انگار محبت رو فقط اونجا پیدا میکردم. میخواستم باور کنم. اون شخص هر کاری هم که بکنه میخواستم باور کنم که منو دوست داره. اما دروغ بود. مثل کف صابون. خدا به ما میگه که من چنان محبتی به شما میدم که چنان محبتی به شما دادم که روی صلیب. این محبت باور نکردنیه. قبلا خیلی به مادرم میگفتم، به مامانم. مامانم چون خیلی دوست داشتم میگفتم مامان قربونت برم، مامان خیلی دوستت دارم. مامانم میگفت خدا نگهرت داره دخترم، این چه حرفیه، برای چی قربانی بشی؟ میبینید ما هم برای این که محبتمون رو نشون بدیم از این جملات استفاده میکنیم، قربونت برم. اما خدای کامل و بدون گناه، از هر نظر مقدس، به این دنیا اومد و صورت انسان پوشید و با کاملیتش زندگی کرد و برای ما قربانی شد. برای اینکه ما فرزندان او بشیم. برای اینکه ما محبوب دل او بشیم و محبت او رو بچشیم. خدا، خدایی که اینقدر محبت داره، خدا اینقدر ما رو دوست داره. درون ما یه جای خالی هست و اون جای خالی رو میخوایم پر کنیم با چیزهای دروغ. چند نفر از شما ساعتها پای اینترنت صرف میکنین؟ حتی برای چیزهای نامناسب پای اینترنت وقتتون رو صرف میکنین؟ برای اینکه یه زن لخت ببینین، برای اینکه یه جاهایی رو ببینین، پای تلویزیون، پای کامپیوتر ساعتها وقت تلف میکنین؟ وقتی از اون اتاق بیرون میان زندگیتون چه تغییری کرده؟ روی چه چیزی زندگیتون سرمایه گذاری کردین؟ روی اون عشق؟ نه. چیزی که شما رو برای 5 دقیقه، شما رو برای 5 ثانیه، برای 5-10 دقیقه شما رو لکه‌دار کرده، سرمایه گذاری کردین. خواهر برادرم، امروز دارم تو رو صدا میزنم. شاید تا الان زندگیتو برای این تلف کردی. شاید نه از زبان، از قلبت افتاده. ممکنه خانوادت رو از دست دادی. من خودم چون اینو زندگی کردم میدونم که چه بلایی میتونه بر سر خانواده بیاره. درد اینو میدونم چون خودم زندگی کردم. ممکنه که شما امروز به زندگیتون که تلف کردین نگاه کنین. برای گذشته هیچ کاری نمیتونین بکنین. اما آینده رو میتونین عوض کنید. اگر به خدایی که میتونه آینده شما رو عوض کنه ایمان بیارید. گذشته توی گذشته مونده. پدرم قبلانا میگفت اشتباهای تو. الان نمیگه. اشتباهای تو. بله. شاید 100 تا 1000 تا خطا کردم. زمانهایی بوده که خجالت کشیدم، اما خدا اون خجالت رو از من گرفت. خون او، خون مقدس او خجالت رو از من گرفت. میخوام اینو بدونین. به خاطر همینه که برای گذشته هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. نیازی نیست که برای گذشته بترسیم، با اون امضای آشتی رو بکنیم، امضای آشتی. دوستان عزیزم، امروز با شما صحبت میکنم. امروز حاضر هستین که آیندتون رو عوض کنین؟ ممکنه که برای گذشته کاری نتونین بکنین، اما برای آیندتون. یادم میاد سالها پیش با یه پسر جوانی آشنا شدم. سالها پیش توی یه گروهی بودیم، دوستامون بودن. به بازوش نگاه کردم، یه زخم خیلی بزرگ بود، از بالا تا پایین همینطور بزرگ بود، از کتف تا مچش اومده بود. نگاه کردم، طاقت نیاوردم، رفتم جلوتر نگاه کنم. همه نگاهش میکردن، تیشرت آستین کوتاه پوشیده بود و همه به دستش نگاه میکردن. وقتی از نزدیک نگاه کردم، اسم یه خانم نوشته شده بود رو اون زخم. از خودش پرسیدم این چیه روی دستت؟ اونم به من گفت این اسم یه دختریه که من در قبل عاشقش بودم. بازومو با آهن تیز و داغ خراش دادم تا اسم اونو بنویسم، تا عشقمو به اون ثابت کنم، به اون نشون بدم که چقدر دوستش دارم. گفتم اون دختر الان کجاست؟ ازدواج کردین با هم؟ چی شد؟ گفت نه، چند سال بعد عشقم تموم شد. پرسیدم چند سال عشق تموم شده؟ گفت 10 ساله. تو انگشتش حلقه بود. گفتم الان با کسی دیگه ازدواج کردی؟ گفت بله، با کسی دیگه ازدواج کردم. و اون نوشته تا آخر عمرش با او خواهد بود. میتونین تصور کنین وقتی که بازوش رو داغ میکرد با اون آتش و آهن. جوانا چه دیوونه بازیایی در میارن. چه دیوونه بازیای خودم کردم. الان به گذشته نگاه میکنم.
وقتی که سن از 40 سال میگذره، وقتی که از 40 سال میگذره نگاه میکنی به عقب، گفتم من اینا چطور انجام دادم؟ عقلم کجا بود اون موقع؟ هیچ عقل نداشتم، یعنی وقتی این کار رو کردم. اما خدا میگه که من تو رو میفهمم، من تو رو خلق کردم، من به تو زندگی دادم و قلب تو میدونم. قلب تو میدونم، میگه قلبتون الان تو چه وضعیه؟ با چه عشقهایی زندگی کردین؟ با چه محبتهایی؟ یا اینکه عشق جنس مخالف رو ول کنین؟ چه چیزهایی رو گذروندین که قلبتون شکسته؟ چیا کشیدید؟ چه تأثیری توی قلب شما گذاشته زندگی؟ شاید انسان ها اون محبتی رو که تو قلب شماست ندیدن، نفهمیدن، ممکنه قلبتون رو گرفتن، پاره کردن. ممکنه امروز پای تلویزیون نشستین و میخواین اون محبت رو حس کنین، اون محبت رو پیدا کنین. دوستان عزیزم، میخوام از شما بپرسم، محبت خدا رو توی قلبتون احساس میکنین الان؟ یا اینکه یه سنگینی توی قلبتون هست، مثل صدها چیزی که برای من نوشتین، سنگینی هست توی قلبتون. این محبت کجاست؟ خدا در کلامش میگه که خدا محبتش رو اینگونه به ما نشان داد که هنگامی که ما هنوز در گناه بودیم، مسیح برای ما مرد. او عدل و انصاف را دوست می‌دارد. جهان آکنده از محبت خداوند است. هان چشمان خداوند بر ترسندگان اوست، بر آنان که انتظار محبت او را می‌کشند. محبت تو بر ما باد، چنان که برای تو انتظار می‌کشیم. محبت تو بر ما باد، خداوند میگه مزمور 33 و مزمور 36 میگه که محبتت تا به آسمان‌ها می‌رسد و وفاداریت تا به ابرها. خدایا محبتت چه گرانقدر است، بنی آدم در زیر سایه بالهت پناه می‌جویند. میگه محبتت چقدر عمیقه، چقدر بزرگ محبتت. خدا داره این ما رو متوجه این میکنه. این نامه عاشقانه خداست. ممکنه امروز شما پای تلویزیون نشستین و نیاز به یه نامه محبت‌آمیز، یه نامه عاشقانه دارین که یکی بگه دوستتون دارم. مادر من یتیم بود و همش به من میگفت نمیدونه دخترم، وقتی کوچیک بودم یه نفر میومد دست به پشتم میکشید، چقدر خوشحال میشدم. یه یتیم، یکی میاد یه دستی به پشتش میکشه. چند روز پیش برای اون شخصی که برام نوشته بود میخوام دنیا رو عوض کنم نوشتم، دنیا رو میخوام تحت تاثیر قرار بدم. نوشتم که بعضی وقتها اون دنیای بزرگ که بیش از 6 میلیارد آدم توش هستن، با یه حرکت بتونی عوض کنی. فقط خدا عوض میکنه. اینو باور دارین با من؟ فقط خدا میتونه عوض کنه. بهش گفتم برای عوض کردن دنیا با یه نفر شروع کن. یه یتیم رو نوازش کن. برای همسایه مریضت یه سوپی درست کن. دیگه داریم رسم و رسوم قدیم هم از یاد میبریم. هیچ کس از هیچ کس خبری نداره، نمیدونه چی کار میکنه. با یه نفر میتونی شروع کنی. اینطور میگفت مادرم. یتیم که بودم، یه نفر که میومد نوازشم میکرد. بعضی وقتا وقتی زیاد خارج از کشور میمونم، وقتی دلم برای مادرم تنگ میشه، با هم صحبت میکنیم. میگم به صحبت کردن با تو نیاز دارم. خیلی از شما به محبت احتیاج دارین و دنبال این محبت در جاهای اشتباه میگردین. پولتون و زندگیتون رو خرج میکنین برای این محبت. چقدر از ازدواجهای مشهور و بزرگ توی تلویزیون میبینیم و خواهید دید که مثل ازدواج خانواده سلطنتی انگلیس، کیت با پرنس ویلیام ازدواج میکنن. میبینین همه چیز چار در چاره. عاشقها عشق حقیقی و غیر حقیقی رو زمانی که از تست گذشتن میتونن ببینن. چند وقت پیش یه زن شوهری اومدن خونمون، فامیلامون بودن، تازه ازدواج کرده بودن، اومدن پیش ما بمونن. ازدواج کرده بودن ولی هنوز نمیدونستن ازدواج یعنی چی. عاشق بودن. وقتی پوشک بچه رو عوض میکنی، وقتی شیرش تموم میشه، وقتی پول برق میاد، متوجه میشی که عشق واقعی یعنی چی. امروز جدایا رو میبینین. خیلی از ازدواج ها به خاطر مسائل مادی تموم میشه. خیلی از ازدواج ها به خاطر عدم وفاداری تموم میشه. میبینید که یه عشق واقعی هست یا واقعی نیست و محبت حقیقی هست و حقیقی نیست. فقط و فقط با گذشتن از تست ها و امتحانات خودش رو نشون میده. از اون امتحانات آیا عبور میکنه این ازدواج یا نه؟ الان یکی از دوستامون پشت خطه و ما میخوایم
ایشونو وست کنیم، سال ایشونو و صحبت ایشونو میخوایم صحبت کنیم. امینه؟ الو الو امینه خانم؟ الو الو، من مادر امینه هستم. امینه؟ مادر امینه هستی؟ من امینه که شما میگید نیستم. آه، به شما گوش میدم، بفرمایین. نه، اسم من آذره، دختر منم امینه است. آه، بفرمایین، خوب هستین؟ متشکرم، شما چطورین؟ مرسی، منم خیلی خوبم. از آنکارا تماس میگیرید؟ بله، شما رو خیلی دوست دارم. مرسی، منم خیلی شما رو دوست دارم، مرسی. چه تصادفی، اینطور نیست؟ بله، امینو مادر امینه. خدا رو شکر، خدا رو شکر. به خاطر برنامه تون از شما تشکر میکنم. خدا به شما برکت بده، شما رو خدا حفظ کنه. مرسی. آرامش خدا با شما. خیلی باشه. ممنون، مرسی. میتونم کاری برای شما انجام بدم؟ دعایی دارین که براتون انجام بدم؟ بله میشه، پاهام درد میکنه ولی میخوام برای مادرم دعا کنین. حتما. مادرتون چشه؟ مادر من ایمان آورده، 80 سالشه، فقط از اطرافیان میترسه. بعد خیلی باهاش صحبت کردم. پسرم هم توی کلیسا تو آنکارا شبانه، اما مادرم میترسه، به خاطر ترسش هم کلیسا نمیره. آها، برای همین میخوام براش دعا کنین، چون که واقعا میخوام خدا قلبش رو باز کنه که از اطرافیان و مردم نترسه. بله، مادرتون میترسه؟ 80 سالشه، تا امروز هم نماز، همش بله، نماز خونده، وضو گرفته، هر چند ایمان آورده، اما ترساش هنوز هست. دعا کنیم به ترساش غلبه کنه. میترسم امروز فردا با این حالش بمیره و ناراحت بشم. بله، ببینین، کلام خدا میگه که محبت خدا تمام ترس های ما رو برمیگه. محبت خدا تمام ترس ها رو پاک میکنه، میدونین نه؟ آخه مادرم سوادم نداره، من همیشه پیش اون نیستم. بله. و نمیتونم مرتب براش حرف بزنم. از نوام مراقبت میکنم. بله. چون عروسم کار میکنه، خونهامون نزدیک 2 ساعت با هم فاصله داره. بله. نمیتونم بهش زیاد سر بزنم. اول اینه میخوام به شما بگم که مرسی که تماس گرفتین. من فکر میکنم که پسر شما رو میشناسم، گفتین که ایشون شبانه نه؟ و من برای ایشون دعا هم میکنم، خدا به ایشون برکت بده. خدا به شما هم برکت بده. بله، خیلی برکت بیابه. یه کلیسا توی آنکارا احداث کردیم. خبر دارم. بله، حتما ازش خبر دارین. بله، آمین. روز شنبه قرار افتتاح بشه. بله، خدا برامون یه کلیسا فراهم کرد، خیلی زیبا و خیلی بزرگه. آمین، چه عالی. و 4 طبقه است و قرار افتتاح بشه. بله، شما رو خیلی دوست دارم و خیلی تلاش کردم تا تونستم. خیلی ممنون، مرسی. پیدا کنم. 3 ماه طول کشید اون کانال. بله. رو خیلی دوست دارم، برنامه‌های شما رو هم خیلی دوست دارم. خدا شما و همکارانتون رو برکت بده. مرسی. و محبت خدا همیشه با شما و همکارانتون باشه. برای شما، برای این شنبه که بازگشایی کلیسا هست دعا میکنیم و دعا میکنم که خدا برکت بده، خدا این کلیسا رو محافظت کنه، از هر گونه حیله و مکر شریر محافظت کنه و با محبت تقویت بشه این کلیسا. دعا میکنم که میدونین که امروز موضوع دعای ما محبته و چنان اتحادی در این محبت، چنان محبتی در این کلیسا باشه که در اون جایی که هست، در آنکارا، کل ترکیه رو، کل دنیا رو، این نور محبت از اون بیاد بیرون. هر چقدر که اطراف اون کسانی باشن که نفرت دارن، میدونین که این چیزا هست، اینا چیزایی که داریم زندگی میکنیم، چون ما پیرو عیسی مسیح هستیم. ما میگیم که اون محبت بزرگ، اون خشم و نفرت در اطراف اون اگه هست، خداوند بندازه بیرون اون نفرت ها رو. شما محبت بپاشین، محبت بپاشین و آتش خش در زیر محبت، در زیر بارون محبت اون آتش خاموش میشه. من اینو مطمئنم.
لطفاً این برنامه رو با دقت نگاه کنین تا آخر برنامه. به طور خاص برای بیماران و برای کسانی که برای خانوادهشون میخوان دعا کنن که ایمان بیارن، برای خواسته های خاص دعا میکنیم آخر برنامه. شما هم با ما آخر عزیز با ما دستون رو بلند کنین و در حضور خدا برای مادرتون دعا کنین، برای اینکه ایمان بیاره و یه معجزه توی زندگیش اتفاق بیفته. لطفاً به من خبر بدین، من مطمئنم یه معجزه میشه، منو خبر بدین. مرسی. به خواهرم امینه خیلی خیلی سلام برسونین، میبوسمشونو با محبت. دست خدا به همراهتون. به امید دیدار. دوستان عزیزم، همونطور که میبینید برای دوست داشتن یه موانعی وجود داره، یا اینکه موانعی برای اینکه به طرف خدا برگردیم. ترسا هست، میترسیم. امروز چه چیزی جلوی شما رو گرفته؟ دیگران چی فکر میکنن؟ مثل همین خواهر که الان گفت که مادرش میترسه از دیگران، میترسه از اینکه دیگران چه فکری میکنن. یادم میاد وقتی که جدا شده بودم میترسیدم که آدما چی فکر میکنن. یادم میاد که میگفتن موفق نشده، نتونست، چی شده به نظرتون؟ نگاه میکردن. یادم میاد وقتی که به خونه تلفن میزدن مامان و بابام چه جوابهایی میدادن. یادم میاد شاید که شما هم امروز پای تلویزیون نشستین و از مرحله سخت عبور میکنید و میگید که انسان در مورد من چی فکر میکنن. همینطور نشستین و فکر میکنین. شاید پای تلویزیون نشستین و منتظر تایید کسی هستین، دوستان نزدیکی دارین که مدام به تایید اونها نیاز دارین. اگر همه تاییدش کنن ولی یک نفر تایید نکنه، اون شخص تایید اون یک نفر رو میخواد. منم از چنین مرحله عبور کردم. اگه 1000 نفر میگفتن که داری راه درست میری ولی یه نفر میگفت نه اشتباه داری میکنی، فکرم پیش اون یه نفر میموند. شما امروز چی حس میکنید؟ شمایی که پای این برنامه نشستین، میدونین برای خدا مهمه که چی احساس میکنید شما. مادرم میگه که مثل دونه برنج هستیم تو این دنیا، هیچ چیز نیستیم، مثل یه دونه برنج. من حتی اینو حتی کوچیکتر میکنم، مثل شن. یادم میاد اون قدیما، شاید شما بهتر یادتون بیاد، وقتی به تعطیلات میرفتیم جای تعطیلی روی برنج اسم مینوشتن. اگر کسی رو دوست داشتی به عنوان یادگاری اسمش رو مینوشتی روی برنج و میفرستادی. فکر کنین یه دونه برنج، حتی اگه یه دونه برنج باشیم، مثل اون دونه برنجی که اسم روش نوشته باشیم، مثل اون هستیم در مقابل خدا و خدا اون برنج و اون اسمو میدونه. به نام ما رو صدا میزنه، اسم ما رو میدونه و میگه در کلام خدا، میگه قبل از اینکه در شکم مادرت صورت ببندی با حامله ها هستم. شاید الان منتظر یه بچه هستین، دنبال یه اسم میگردین برای فرزندت، اما خدا میگه قبل از اینکه در رحم مادرت نقش ببندی تو را به اسمت خواندم. امروز هم داره به تو میگه خواهرم، قبل از اینکه در رحم مادرت به وجود بیای تو را خواندم. برای من مخصوص هستی، تو نور چشمان من هستی، من تو را آفریدم. چند وقت پیش در مورد صنایع دستی کار میکردم، از این کوسنا درست میکردم، میدوختم رنگ رنگی و به خاطر اینکه وقتم بگذرونم، یکم فکرم آروم بگیره، می‌خواستم تو خونه باشم و بیرون نباشم، نمی‌خواستم خیلی فعالیت بیرون داشته باشم. از اون موقعیت خسته بودم، نشستم و اون کوسانا رو درست می‌کردم، روش منجق می‌ذاشتم و بچه‌ها به من کمک می‌کردن. با اونها با هم یک کار دست جمعی، کار صنایع دستی، مثل اون برنامه خار لیلا، خیلی دوست دارم. اون کوسانا رو بعد از اینکه تموم شد یه گوشه ای میذاشتم، روی موب میذاشتم و مینشستم و اونو نگاه میکردم، چون که من خودم درستش کرده بودم، عمل دستای من بود. فکر کنین من چنان کوسن رو درست کردم که اینقدر نگاش میکنم. این چه غذای خوشمزه درست کردم، چه کیک خوبی درست کردم. فکر کنین چیزی که ما خلق کردیم نگاه میکنیم با عشق. یکم فراتر از این فکر کنیم به فرزندانمون، اونو نگاه میکنیم، نور چشم شماست. و حالا فکر کنین که خدا شما رو آفریده از هیچی، چطور شما رو میبینه، با چه محبتی به شما نگاه میکنه، با چه عشق بی نظیری به شما نگاه میکنه و به شما میگه که خواهش میکنم نرو دنبال اون، نرو دنبال این، نرو دنبال من، بیا منو پیدا کن. امروز دعا میکنم که روح القدس چشمهای شما رو باز کنه و حقیقت رو به شما نشون بده و اون حقیقت شما رو آزاد بکنه. عزیزانم، شما نیاز به آزادی دارین، مثل در بزرگ امینه که مادر بزرگش از آنکار تماس گرفت. نیاز دارین که از اون ترسا آزاد بشین، نیاز دارین به این.
اما فقط با محبت خداست که از اون ترسا میتونین آزاد بشین. دوستان عزیزم، مزمور 86 اینطور میگه: خداوندا تو نیکو و آمرزنده ای و سرشار از محبت نسبت به همه آنانی که تو را میخوانند. و رومیان باب 8 رو میخوام بخونم: کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ رومیان 8 از آیه 35 شروع میکنم: کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ سختی؟ فشار؟ آزار؟ قحطی؟ عریانی؟ خطر یا شمشیر؟ چه چیزی ما را جدا میکنه؟ زیرا یقین دارم که نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان، نه ریاست ها، نه چیزهای حال و نه آینده، نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت نخواهد توانست ما را از مسیح، از محبت او جدا کند. هیچ چیز نمیتونه ما را از او جدا کنه. وقتی که یک دفعه اونو به قلبمون دعوت میکنیم، وقتی که یک دفعه اونو میپذیریم که او به خاطر ما مرد، به خاطر ما قربانی شد، که چه محبت عظیمی داره، و میپذیریم که هیچ چیز نمیتونه ما رو از محبت او جدا کنه. دوست عزیزم، شاید تو امروز نیاز به چنین محبتی داری و میگی که محبت واقعی رو میخوام. خسته شدم از محبت‌های دروغین. خسته شدم از اینکه دنبال این و اون باشم، دیسکو برم. خسته شدم از اینکه خودمو یه جور دیگه نشون بدم. من خودم اینو تجربه کردم، میدونم. وقتی به یه کافی شاپ میرفتم، به یه رستوران میرفتم، میبینم انسان‌ها تشنه محبت هستن. دو تا خانم با همشن، دو تا آقا، یا یه خانم دو تا آقا با هم میشینن. وقتی که دو تا خانم با هم صحبت میکنن، وقتی یه آقا میاد، صحبتشون عوض میشه، حرکاتشون عوض میشه، همه رفتارشون عوض میشه. یه اتفاق میفته بر ما، چون که دنبال اون محبت هستیم و اون محبت رو مثل قلاب که ماهی رو میگیرن، ماهی رو میخوایم بگیریم. اون محبت رو میخوایم. پرفروشترین کتابها کتابهای عاشقانه است، پربیننده ترین برنامههای تلویزیونی از خارج از کشور هم میرن و این سریال ها رو دنبال میکنن. همش دوروبر عشق میچرخه، دوروبر محبت. اما این عشق هر چقدر که بزرگ باشه، یه روز از بین میره، یه روز تموم میشه. یه عزیزی پشت خط داریم، میخوام ایشون رو وصل کنم، میخوام باشون صحبت از قبضه. برادر جلال تماس گرفتن. برادر جلال سلام. خواهر یشیک سلام، خوب هستین؟ خیلی ممنونم، خدا از شما راضی باشه. از شما هم، مرسی که تماس گرفتین، از شما تشکر میکنم. باور میکنید خیلی وقت دارم برنامه شما رو نگاه میکنم. بله، برنامه زندتون واقعا برنامه عالی شده، خدا رو شکر، خیلی هم برکت داره. امیدوارم پربرکتر هم بشه خواهرم. متشکرم، زنده باشید برادر عزیز. نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم. بله، فقط میخوام یه خواهشی کنم. بفرمایید. زیاد حاشیه نمیرم. چند تا ایمیل براتون فرستادم. فکر میکنم دریافت نکردین. فکر کنم گرفتم ایمیلای شما رو. فکر کنم حدس میزنم که چیه، کی هستین شما؟ دعاجو@gmail. نه 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 نه، این دریافت نکردم. نگرفتین؟ میتونین منو دعاجو هم صدا کنین. جلال دعاجو. بله. راستش از شما یه خواهشی دارم. من تمام حرفاتون رو تصدیق میکنم. راستش من مسلمونم. بله. ولی نمیتونم خیلی آیه ها از کتاب مقدس بهتون بدم. انسان ها واقعا به صورت ترسناکی به عقایدشون چسبیدن. صدای شما رو نمیشنوم. میشه دوباره تکرار کنید؟ ببخشید. الو. بفرمایید، بفرمایید. میشنوم. الان میشنوم. بفرمایید، تکرار کنید. من صداتونو دارم. بله بله، اگه تلویزیون روشن هست تو اتاق، میشه صداشو کم کنین؟ تلویزیون روشنه تو اتاقتون؟ بله بله، بستم. بله، خیلی ممنون. میشه دوباره تکرار کنین؟ با دقت گوش میکنم. حالا خواهرم یه چیزی بگم، من تمام حرفای شما رو تایید میکنم، کاملا تایید میکنم. من به عنوان یه مسلمون معتقدم انسان‌ها به عقایدشون وابستند، خیلی زیاد. بله.
من توی 2 سال گذشته کشمکش‌های زیادی داشتم و با چیزای وحشتناکی روبرو شدم. از کار بیکار شدم، خونم رو از دست دادم و بیرون انداخته شدم. خب البته چیزای دیگه ای هم هست که نمیخوام توی برنامه زندتون اونو بیان کنم. بله. از خیلی از اجتماعات رونده شدم، اما به فیض خدا این مسابقه رو ادامه خواهم داد و تنها یه چیز از شما میخوام. نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، خیلی چیزا هست که اگه بگم 1000 تا کتاب میشه. واقعا دارم بهتون میگم. بله بنویسین برای من، میتونین برای من بنویسین. من برای شما بارها ایمیل فرستادم. الان میتونین مستقیم بنویسین به من. اگر بتونین مستقیم بنویسین خیلی خوشحال میشم، چون خودم دریافت میکنم این ایمیل ها رو و دیگه کسی نمیخونه اونها رو. و از اینفو میتونین بجین اینفو ایشیک آبلا بنویسین، isikabla.com. اگه بنویسید میتونم اون موقع خودم دریافت کنم. ببخشید که صحبت شما رو قطع کردم، بفرمایید. نه خواهش میکنم، در واقع یه صفحه‌ای هست که میخواستم براتون بفرستم، اما زیاد بلد نیستم از کامپیوتر استفاده کنم. البته خدا رو شکر حتی برای ناجیمون عیسی شکر یه مقداری بلدم و میتونم کمی بنویسم. میخواستم اون یادداشت‌ها رو که نوشته بودم براتون بفرستم، میخوام اونا رو برای مردم بخونید. من اگرچه مسلمونم، اما میخوام همه ایمان داشته باشن که عیسی مسیح ناجیه و روزی بعد. بله متوجه میشم. خیلی چیزای دیگه هست که میدونم و میخوام دیگران هم بدونن و از شما میخوام که اونا رو با دیگران در میون بذارید و این نوشته ها رو برای مردم بخونید. اینا رو من به اینترنت هم دادم. انسانها رو برای توبه دعوت میکنم، چون که در توبه به زودی بسته میشه و مسیح به زودی بر میگرده. مردم باید دست و پاشون رو جمع کنند و سر و سامونی به خودشون بدن. فقط خواهشم اینه که از سایت من دیدن کنید و اینو به دیگران هم برسونید. به یه نحوی به انسانها آگاهی بدید. اینا برای اونا مفیده. من واقعا خوشحالم که همچین برنامه ای ساخته شده که باعث بالا رفتن آگاهی مردم نسبت به مسیح میشه، چون مردم سوالات زیادی دارن که نیاز به پاسخ داره و کسی باید پاسخ این سوالات رو به اونها بده. ممنونم که به من فرصت دادید. هر چقدر برای شما دعا کنم بازم کمه. دعا میکنم تمامی برکات مسیح بر شما باشه. واقعا نمیتونید حد بزنید که چقدر خوشحال شدم. برادر جلال مرسی که زنگ زدین، تشکر میکنم از شما. ببخشید به شما میگم، چون انگار که شما رو میفهمم. مثل یه برادر از شما تشکر میکنم برای اینکه قلب منو به هیجان آوردی. مرسی از اینکه در پخش زنده تماس گرفتین. الان دعا میکنم که خدا تمام برکات آسمان رو، تمام ابرهای برکات آسمان رو خداوند برات باز کنه و از درون تو مثل یه نور بتابه و مثل یه بارون روی خانه تو بریزه. میتونم حس کنم از صدات که چی کشیدی. همه رو شاید نمیدونم، ولی حس میکنم از صدات که خیلی از سختی ها عبور کردی و من به خاطر محبتی که در شما از خوشحالی میکنم از خدا. و محبت شما به عنوان یک انسان قابل تقدیره و واقعا یک الگو هست برای انسانهای دیگه. دعا میکنم که محبت شما الگو باشه. اونا نمیدونن چی کار میکنن. مسیح وقتی بر صلیب بود به ما الگو داد و اینطور فرمود: پدر اونها رو ببخش چون نمیدونن چی کار میکنن. این چنین محبتی من اینو امروز حاضر کرده بودم که بگم، ولی شما زودتر از من گفتین. برادر عزیز در آرامش خدا بمونین. شما رو خیلی دوست دارم. مواظب به خودتون باشین. بر من بنویسین. من منتظر ایمیل های شما هستن. حتی اگه نامه دستی بنویسین من اونا رو دریافت میکنم، میخونم و برای شما جواب خواهم داد. قول میدم. تشکر میکنم. برکات و آرامش و سلامتی با شما باشه. یه چیز دیگه بگم برادر عزیز، یه چیز در دلم هست که به شما بگم. خداوند روح القدس به من میگه که شما الان درگیر مسئله خیلی جدی هستین و در سختی هستین و برای این موضوع خیلی دعا کردین، خیلی سجده کردین. من دعا میکنم به نام عیسی مسیح، مطمئنم که این در برای شما باز میشه. این در چنان باز میشه که، و شما باید بدونین که این در از طرف عیسی مسیح نجات دهنده، همونطور که خودتون گفتین
باز میشه و برگه هایی به دست شما میاد و این نفس راحت میکشین. در آرامش خدا بمون. ممنونم، خدا از شما راضی باشه. خدا نگهدار. الان یه پشت خطی دیگه داریم که تماس گرفتن. الیزابت تماس گرفته از سوئد. اگه اجازه بدین میخوام که ایشون هم که روی خط اومده قبل از اینکه ادامه بدیم. الیزابت صدای منو دارین؟ دوستان عزیز میخوام ادامه بدیم به صحبتامون. این برادری که تماس گرفت خیلی باعث برکت من شد. شاید یه تفکر نداریم، شاید یک نظر نداریم، از نظر ایمانی شاید با هم فرق داریم. ما عیسی رو به عنوان خدا قبول داریم و دیگران این رو قبول ندارن و شاید باعث ناراحتی اونها هست. اما این برادر گفت که من خوندم، تحقیق کردم، به کلیسا رفتم و گفت که من قبول دارم عیسی مسیح نجات دهنده است. و چقدر محبت نمونه واری داشت و چقدر همیشه به شما میگم در مورد محبتی که از خداست، خشم و نفرت و هلاک کردن از طرف شیطانه. به همین خاطر من از ایشون انقدر برکت گرفتم که و الان میخوام واقعا دعا کنم که ایشون گفت که وقتی که عیسی مسیح روی صلیب رفت این رو گفت. کلام خدا اینطور میگه: پدر اونها رو ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند، اونها رو ببخش. میتونین تصور کنین؟ کسانی که اونو به صلیب کشیده بودن، به دستش میخ زده بودن، عیسی برای اونها دعا کرد و گفت که اونها را ببخش پدر. وقتی که محبت خدا درون شما هست، یه نفر هر کاری که کرده باشه میتونی اونو بخشین. اما اگر محبت خدا درون شما نباشه، با بخشیدن مجادله میکنین. همش میخواین که کینه داشته باشین. کینه نشون میده که محبت خدا در درون شما نیست، در درون شما نرفته. همش چیزهای تکراری تکرار میکنین. مادر بزرگم قدیما میگفت که این دفترهای قدیمی رو باز نکنید. ای بابا بازم چیزهای قدیمی، ول کنین، در قوطی رو باز نکن. مادر بزرگ عزیزم در نور بخواب. اینقدر گذشته رو باز میکنین که چون تو گذشته هستین دیگه. ول کنین گذشته رو، برای اون کاری نمیتونین بکنین، اما برای آینده میتونین کاری انجام بدین. نمیدونم الان کجا هستین و همونطور که به شما گفتم و کسانی که تماس گرفتن شنیدیم، میخوام درباره این براتون صحبت کنم که محبت تمام جاهای مرده رو زنده میکنه، پاک میکنه، مثل یه پاکون پاک میکنه. بدی پشت بدی میاد، تو بیشتر محبت کن. خشم بیشتر میشه، تو بیشتر محبت کن. خواهر عزیزم تو فیسبوک یه خواهری واسه من نوشته، صدا با محبت خدا بغلت میکنم، نوشته که ما تو فیسبوک با هم آشنا شدیم، قبلا نمیشناختیم همدیگر رو. نوشته خیلی اذیتم میکنن، حرفای بدی به هم میزنن، خیلی توی فشار قرارم دادن، آزارم میدن به خاطر ایمانم. من به اون چی گفتم؟ گفتم صدا جان اونا رو بیشتر دوست داشته باش. وقتی اونا تحقیرت میکنن بیشتر بهشون محبت کن. وقتی تو رو کوچیک میکنن به خاطر ایمان تو بیشتر دوستشون داشته باش. هیچ چیز نمیتونه این زنجیرهای سیاه، این زنجیرهای بدی رو پاره کنه، هیچ چیز. اما محبت عیسی مسیح، محبتی که در تو هست، میتونه این زنجیرها رو پاره کنه. محبت، محبت. زیرا خدا نیکوست و محبتش جاودانی، مزمور 100 داره میگه، و وفاداریش نسل اندر نسل. همونطور که پدر مرا دوست داشت، منم شما رو دوست دارم. در محبت من بمانید. همونطور که پدر مرا دوست داشته، منم شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید. اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند. چنان که من احکام پدر خود را نگاه داشتم و در محبت او میمانم. چه زیباست. میگه هیچ کس، هیچ کس محبتی بیش از این وجود نداره که کسی جان خود را در راه دوستانش بده. و خود او برای ما چنین کرد، برای ما فدا شد، برای تو قربانی شد، گفت من فدای تو بشم و فدای تو شد. کسی که از آن منه یار کسی دیگه ای نیست. این چه محبتیه؟ میشنوین نه؟ کسی که یار من نیست یار کسی دیگه هم نباید بشه. چنین محبتی وجود داره. لازمه که توی جامعه فکر ما نسبت به محبت عوض شه. دنبال چی هستیم؟ چی میخوایم؟ باید بفهمیم.
شاید نمیدونید که دنبال چی هستین. آرامش رو توی محبت قانونمند میگردین. تسلیه. با یه آقای کار میکنیم توی این برنامه که همسرش 6-7 ساله که توی رخت خوابه. خودشم 60-70 سالشه. 7 ساله که همسرش رو توی رخت خواب نگهداری میکنه. هر روز بعد از ظهر میره پیش زنش. سر میزنه، غذا میده، زیرش رو تمیز میکنه، ملافاش رو عوض میکنه. برای اینکه پشتش رو ماساژ بده میره. چون مرتب خوابیده این خانم 6-7 ساله. نه شنبه، نه یک شنبه، نه عید، نه تعطیلی، فقط مراقبت میکنه و خیلی هم کار میکنه. ازش میپرسم چطور اینو انجام میدی؟ اینطور میکنه. خدا. فقط خدا. فقط با محبت خدا میشه. برادر ما قدیر تماس گرفته از استانبول. میخوام از خودشون بپرسم. برادر قدیر؟ برادر قدیر. الو. سلام. چطورید؟ الو. سلام بر شما. عصر بخیر. شب بخیر. مرسی که زنگ زدید. ممنونم. من تشکر میکنم. من کلن برنامه های شما رو دنبال میکنم. تشکر میکنم. میتونم بگم که حرفاتون خیلی تاثیرگذاره و من با علاقه به حرفاتون گوش میکنم. برای همین گفتم زنگ بزنم. ممنونم. الان تصادفاً تلویزیون رو روشن کردم و دیدم برنامه زنده دارید. الان دارم برنامه شما رو میبینم. خواستم محبت و احترامم رو تقدیمتون کنم. به خاطر اینکه با تمام قلب و جان و روحتون به انسانها تسلی میدین. راستش بیشتر به خاطر همین وقتتون رو گرفتم و مزاحمتون شدم. متشکرم. امیدوارم که برنامه‌هاتون بیشتر از این پربرکت باشه و همیشه دست مسیح به همراهتون باشه. متشکرم خواهرم، هم از شما و هم از همکارانتون. واقعا ممنونم. بازم ببخشید که مزاحمتون شدم. اصلا مزاحم نشدین. میدونم که شما چطور محبت خدا رو با تمامی دل و جون به گوش مردم میرسونید، طوری که اونها هم محبت خدا رو حس کنن. فقط برای تشکر کردن بابت اینکه محبت خدا رو به قلب انسان‌ها وارد می‌کنید با شما تماس گرفتم. پوری برکات خدا با شما باشه. محبت خدا به پوری وارد قلب‌های شما بشه. برادر قدیر، می‌خوام از شما تشکر کنم، هم برای اینکه به من قوت قلب میدین تو این برنامه. شاید نشون نمیدم ولی خیلی هیجان دارم. خدا به شما هم برکت بده. دستش روی شما و خانواده شما هم باشه، درها رو باز کنه، درهای برکت رو باز کنه. شما منو برکت دادین، با محبت خدا در آغوش گرفتین. من هم مثل یه خواهر شما رو با محبت خدا در آغوش میگیرم و شما رو از اینجا برکت میدم و دعای خیر و برکت به نام عیسی مسیح برای شما میکنم. همینطور متقابلا منم همینو برای شما میخوام. تشکر میکنم. خدا نگهدار. عصر بخیر. خدا نگهدارتون. ممنونم. دوستان عزیزم، الان خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم از تلفن هایی که دریافت کردم. پس معلومه که محبت رو درون انسان ها میتونیم زنده کنیم. وقتی خدا تخم محبت رو میکاره، خودش هم آبیاریش میکنه، خودش هم رشد میده. فقط قبل از اینکه وارد یه موضوع دیگه بشیم، میخواستم یه داستانی رو با شما در میون بذارم. بعد از این داستان با هم دعا خواهیم داشت. قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم، برای کسانی که مریض هستن و احتیاج به دعا دارن، کسانی هستن که الان روی خطن ولی چون وقت برنامه به پایان رسیده، میخوام به قسمت دعا برسیم. الیزابت، حسن آقا، از شما عذرخواهی میکنم. لطفاً ناراحت نشین. به تماس گرفتن ادامه بدین. با امید خدا توی برنامه بعدی صحبت میکنیم. خیلی ممنون که تماس گرفتین. میخوام در مورد عیسی و زن سامری صحبت کنم. نمیخوام قبل از اینکه در این مورد صحبت کنیم تموم بشه، چون موضوع ما محبته. و این زن سامری، عیسی میره، شاگردان عیسی میرن غذا تهیه کنن و عیسی نزدیک سامره میاد. اگه میخواین اینو بخونین میتونین برین در انجیل یوحنا باب 4 بخونین. پس به شهری از سامره به نام سوخار رسید، نزدیک قطع زمینی که یعقوب به پسر خود یوسف داد.
چاه یعقوب در آنجا بود و عیسی خسته از سفر در کنار چاه نشست. حدود ساعت ششم بود. در این هنگام زنی از مردمان سامره برای آب کشیدن اومد. عیسی به او گفت جرای آب بده بخورم، زیرا شاگردانش برای تهیه خوراک به شهر رفته بودند. زن به او گفت چگونه است که تو که یهودی هستی از من که زن سامریم آب میخواهی؟ زیرا یهودیان با سامریان، چون یهودی ها و سامری ها با هم مراوده نمی کردند. عیسی در پاسخ به زن گفت اگر محبت خدا را در میافتی و میدانستی چه کسی از تو آب میخواهد، تو خود از او میخواستی و به تو آبی زنده عطا میکرد. چقدر زیباست. زن به او گفت سطل نداری و چاه عمیق است، پس آب زنده از کجا میآوری؟ آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتری که این چاه را به ما داد و خود و پسراش و گلاش از آن میشامیدند؟ گوش کنین اینجا رو. عیسی اینطور جواب داد هر که از این آب می نوشد باز تشنه می شود، اما هر که از اون آبی که من می دم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، بلکه آبی که من می دهم در او چشمه می شود تا به حیات جاودان جوشان است. زن گفت سرورم، از این آب به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای آب کشیدن نیایم. عیسی گفت برو شوهرت را بخوان و بازگرد. زن شوهر ندارم گفت. عیسی گفت راست میگویی که شوهر نداری، زیرا 5 شوهر داشتی و آن که همکنون داری شوهرت نیست. آنچه گفتی راست است. و از اینجا به بعد این زن ایمان میاره و متوجه میشه که عیسی مسیح کیه، متوجه میشه که واقعا از طرف خدا فرستاده شده و ایمان میاره. میبینید عیسی چطور به زن سامری نزدیک میشه، چطور باهاش صحبت میکنه، بهش میگه 5 شوهر عوض کردی. نمیگه چرا 5 شوهر عوض کردی؟ خجالت نمیکشی از اون حالت؟ از اون آب میخواد. توی زمان الانم، تو زمان من خیلی طلاق فاجعه بود، چیز بزرگی بود. الان جامعه داره کم کم اینا میپذیره، داره قبول میکنه. فکر کنین 2000 سال پیش زن سامری 5 شوهر عوض کرده، 5 شوهر داشته، تازه الانم داره با یکی دیگه زندگی میکنه. 2000 سال پیش تو اون جامعه میتونین تصور کنین که مردم با چه چشمی نگاهش میکردن؟ اون سطل آبو چطور روی دوشش میذاشت و راه میرفت؟ میتونین تصور کنین؟ با سر پایین راه میرفت، کسی به اون نگاه هم نمیکرد، با اون حرف نمیزد. تازه سامری هم بود. در اون زمان یهودیا سامری رو مثل سگ نگاه میکردن. من اینا از خودم در نمیارم، واقعا اینو دارم میگم، کثیف و نجس میدونن اونا رو. به اونا دست نمیزدن، باهاشون حرف نمیزدن. وقتی با اونا حرف میزدن فکر میکردن نجس شدن و باید آیین طهارت انجام میدادن، باید پاک میشدن از چشم یهودیان. اما عیسی اینجا چی کار میکنه؟ میاد میگه به من آب میدی؟ زن میبینه و از طرز پوشیدن عیسی متوجه میشه یهودیه. با توجه میپرسه از من آب میخوای؟ من هیچی نیستم. و عیسی به اون میگه، میگه از آبی که من بهت میدم بنوش، اگر از اون آب بخوری هرگز تشنه نخواهی شد. امروز خدا با شما هم داره صحبت میکنه. قبلا یه دوستی داشتم که با هم میرفتیم ترشی فروشی، ترشی میخوردیم و همینطور هی میخوردیم، دوست داشتیم همینطور هی آب ترش بخوریم. بعد میرفتیم خونه 20 لیوان آب پای سرش میخوردیم. چیز مضری بود اما دوست داشتیم. این زندگی مثل همون آب ترشیه برای شما. دنیا مثل ترشی میمونه، اون عشقا مثل اون ترشی مونن، هی میخواین بخورین ولی تشنگی شما رو رفع نمیکنه، اون محبت شما رو رفع نمیکنه. و چی میشه؟ دنیا میاد، انسان ها میان، جدایی ها میان، قلبتون رو چیکار میکنن؟ پاره پاره میکنن. قلبتون رو چیکار میکنن؟ میندازن زیر پاشون و روش پا میذارن و له میکنن قلبتون رو. شما برای اونها زندگیتون رو دادین، قلبتون رو دادین، همه چیتون رو دادین، لگد میزنن به قلب شما، میندازن یه گوشه قلبتون رو. درست این زن سامری که اینجا میبینید، خدا میاد و این تیکه ها رو دونه دونه از زمین جمع میکنه، چون که قلب شما برای خدا مهمه. و میگه که میخوام به تو یه قلب جدید بدم، میخوام یه زندگی جدید به تو بدم، میخوام فقط من میتونم چنین قلبی به تو بدم. قلب تو به من بده امروز، قلب تو به من بده، من برای تو فدا شدم، من برای تو فدا میشم. قلبتونو به اون میدین؟
میخوام از شما بپرسم. دیگه مجبور نیستین آب ترشی بخورین. از اون آب جاودانی او بنوشید. آمین. الان به طور خاص برای کسانی که نیاز به دعا دارن دعا میکنیم. بین شما مریضانی هستن که برای اونها دعا میکنیم. خدای پرجلال، به حضور تو آمدیم، تو رو میپرستیم، از تو میخواییم، تو ما رو آفریدی، ما در دستان تو هستیم، ما به تو وصل هستیم، به تنهایی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خداوند، الان برای کسانی که پای تلویزیون، کسانی که ما رو تماشا میکنن، به تنهایی شاید برای عشقشون دارن مجادله میکنن، از این دیوار به اون دیوار خودشون رو به این ور ور میزنن، امروز تو به قلب اونا برو، تو برو و اون تیکه های خرد شده قلبشون رو جمع کن خداوند و به هم وصل کن، کامل کن خدای کامل. دعا میکنم خداوند برای کسانی که روی صندلی چرخدار هستن، خداوند به حضور تو میارم، از روی صندلی بلندشون کن، قدرت تو کافیه خداوند، دستاتون رو لطفاً با من بلند کنین و دعا کنین، از خدا بخواین، از تنها از اون خدا بخواین، از خدای واحد. مادر منم مریضه، الان برای اونم میخوام دعا کنم، الان برای برادرم تامر دعا میکنم به نام عیسی مسیح. خداوند لمسش کن. برای جلال دعا میکنم خداوندا. برای مادر بزرگ امینه دعا میکنم به نام عیسی مسیح. خداوندا سرطانی ها رو تو لمس کن خداوندا. بیماران رو، کسانی رو که درد کلیه دارن، سنگ کلیه دارن خداوندا تو لمس کن. برای کسانی که مشکل کبد دارن، اونایی که تومور دارن خداوندا دعا میکنم براشون. برای کسانی که سرطان سینه دارن خداوندا. و بعضیاتون فامیل هاتون اینطوری هستن. برای کسانی که بچه هاشون تو بیمارستان هستن دعا میکنم خداوند. بچه‌هایی که نارسایی دارن خداوند دعا میکنم. دستتو خداوند همین الان روی اونها بگذار خداوند و اونها رو شفا بده خداوند. عیسی مسیح تو چشم کوران رو باز کردی، تو بیماران رو شفا دادی، تو زندانیا رو آزاد کردی خداوند. خداوند الان دعا میکنم برای کسانی که زندان درون دارم، دعا میکنم خداوند به نام عیسی که خداوند تو اونها رو آزاد کنی. اگه الان احساسش میکنین آمین بگین. اون محبتی که روی شما قرار گرفته، قوتی که روی شما قرار گرفته دریافت کنین، احساس کنین. دوستان عزیزم، دوستتون دارم. از اینکه بر من مینویسین، از اینکه منو تماشا کردین، از اینکه با من بودین، از شما تشکر میکنم. ممنون شما هستم. در محبت بمونین. اون شما رو دوست داره و میخواد به شما یه زندگی تازه، یه قلب تازه، یه زندگی تازه بده. دست اونو بگیرین، دست تو دستاش بذارین. عزیزان، خدا نگهدار شما باد. دوستتون دارم. فراموش نکنین که خدا شما رو بیشتر دوست داره و اگه میخواین خدای حقیقی رو پیدا کنید، دعا کنید.